سوره یوسف جزء 13 آیه 64 تا 69. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يعقوب گفت آیا شما را بر او امین دانم همان گونه که پیش از این نسبت به برادرش امین داشتم؟ پس خداوند بهترین نگهبان است و او مهربانترین مهربانان است. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. و چون بار خود را گشودند سرمایه‌شان یافتند که به آنها باز گردانده شده است. گفتند ای پدر ما دیگر چه می خواهیم؟ این سرمایه ماست که به ما باز گردانده شده است. پس او را با ما بفرست و برای خانواده خود آذوقه می آوریم و برادرمان را حفظ می کنیم و یک بار شتر افزون خواهیم آورد. این پیمان برای عزیز مصر کار آسانی است. قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. یعقوب گفت هرگز او را با شما نمی فرستم تا آنکه به نام خدا به من پیمان دهید که حتما او را به نزد من باز خواهید آورد مگر اینکه قدرت از شما گرفته شود. پس چون پیمان استوار به او دادند یعقوب گفت خداوند بر آنچه می گوییم نگهبان است. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. و همچنین به آنها گفت ای پسران من از یک در وارد نشوید بلکه از درهای متفرق داخل شوید و من نمی توانم چیزی از قضای خداوند از شما دفع کنم. حکم تنها از آن خداست، بر او توکل کرده ام و همه متوکلان بر او توکل کنند. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.
چون به همان گونه که پدرشان به آنها دستور داده بود داخل شدند، این کار نمی توانست چیزی از قضای خداوند را از آنان دفع کند جز حاجت و خواهشی در دل یعقوب که آن برآورده شد، و بیگمان او علمی داشت که ما به او آموخته بودیم، ولیکن بیشتر مردم نمی دانند. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. و چون برادران بر یوسف وارد شدند، برادرش بنیامین را نزد خود جای داد و گفت بدون شک من برادر تو یوسف هستم، پس از آنچه آنها انجام می دادند اندوهگین مباش.